نون جو بافتش عالی، طعمش بی‌نظیر. اگه خودت توی خونه درست بکنی، حتما تو وعده غذاییت جا میگیره. سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ممنون میشم این ویدیو رو دوست داشتین، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو روشن کنید تا ویدیوهایی که میذارم براتون نمایش داده بشه، لایک کنید، کامنت بذارید، این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. بریم برای درست کردن یه نون جوی فوق‌العاده عالی. توی این نون مخلوط آرد جو و آرد نون رو با هم درست میکنیم. این نون کاملا رژیمیه، مخصوصا برای افراد دیابتی. نون جو درست کردنش خیلی راحته. مواد خشک رو با هم ترکیب میکنیم و نیمی از آب دستور رو اضافه میکنیم که آب دستور حتما باید سرد باشه. کم کم ورز میدیم. اگر احتیاج بود ما بقیه آب رو کم کم اضافه میکنیم. آبی که من اضافه کردم تقریبا 80% آردم هست و شما برای اولین بار اگر درست میکنید آب رو کمتر بگیرید، در حد اینکه خمیرتون جمع بشه تا کار کردن با خمیر راحت باشه براتون. کم کم من خمیرم رو ورز میدم، توی همون ظرفم میذارم حدود 10 دقیقه تو دمای محیط استراحت کنه. قبلا توی کانال آموزش نون چاودار گذاشتم. اون نون مثل نون جو یه نون رژیمی فوق‌العاده عالی. لینکش رو بالا میذارم، میتونید بزنید روش ببینید. بعد از استراحت اولیه خمیر رو روی سطح کارم با ورز دادن و ضربه زدن جمع میکنم. من چون از آب زیادی استفاده کردم یکم ورز دادن خمیرم زمان بیشتر میبره، ولی شما از آب کمتری که استفاده کنید خمیرتون زود جمع میشه. میذارین توی ظرفتون تو دمای محیط حدود 20 دقیقه بهش زمان میدین. چون از آرد جو استفاده میکنیم و آرد جو جزء دسته های آرد تیره هستن، زود حجم میگیره و 20 دقیقه زمان براش کافی هست. بعد از 20 دقیقه روی سطح کارمون رو یه کوچولو آرد پاشی میکنیم و به چند قسمت تقسیم میکنیم. وقتی قسمت بندی کردین تمام رو چونه میکنین و توی سینی فرتون کمی چرب شده باشه یا روی کاغذ نسوز خمیرها رو به یک بار باز میکنین. اگر میخواین که به شکل همبرگر باشه چونه هاتون رو خیلی کوچیک بگیرین، بین 70 تا 100 گرم بیشتر چونه ها نباشه، چون نمیخوایم خیلی حجیم باشه، آرد جو داره و میخوایم مغزش کامل پخت بشه. پس یا به شکل نیمه برگر درست بکنید یا اینکه به شکل بربری یا تافتون کامل خمیرتون رو باز بکنید. من چون میخوام 4 تا چونه گرفتم و میخوام کامل سطحش تخت باشه، روی کاغذ نسوز تو همون سینی به شکل خیلی کوچیک چونه هام رو باز میکنم، با دست یا با وردن فرقی نمیکنه، کامل باز میکنید و بعد میذارین برای استراحت نهایی. میتونین قبل از اینکه استراحت بذارید روش رو شکل بدید، اما چون در اثر حجیم شدن شکلش از بین میره، من بعد از اینکه استراحت نهایی کرد روش رو شکل میدم و بعد آب اسپری میکنم و روش رو میتونید شنبلیله خشک یا از جوی پرک و یا کنجد استفاده بکنید. من از وسیله‌ای که دارم برای شکل دادنش استفاده میکنم. موقعی که استراحت نهایی میدین تقریبا 1 ساعت، 40 دقیقه تا 1 ساعت زمان براش کافی هست. اگر از حمام بخار استفاده میکنید 20 دقیقه زمان بیشتر لازم نیست. و بعدش میذارین تو فر از قبل گرم شده 180 حدود 20 دقیقه.
10 دقیقه اول حتما با بخار آب باشه. سپاسگزارم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. خدا نگهدار.